با درود فراوان حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC، اسد زرین مهر هم در برنامه ارتباط مستقیم. میلیون ها ایرانی به جبر و به زور و تحت فشار همگی اومدن به خارج، وقتی مهاجرت کردن در سراسر دنیا پراکنده شدن. یک گده زیادی به کانادا اومدن که ما هستیم، یک گده به اروپا رفتن، به آمریکا رفتن. به هر حال اکثر این کسانی که به مهاجرت مجبور شدن، مهاجرت اجباری هم بدن، کسانی هستند که متخصصن، نخبن، در کارشون واردن و کسانی هستند که کاملا به نفع ایران بود اگر اینها در خود کشور بود. منتها در خود کشور بودن، منتها بیکفایتی این دولت باعث شدش که سرمایه های ملی، سرمایه های مغزی، فکری که میتونن در به کشور خدمت بکنن، اون سرمایه ها فرار بکنند و ضمناً سرمایه های طبیعی را هم حراج کردن دیگه. ملتی که بسیار غنی است منتها در فقر و فلاکت زندگی میکنه. به هر حال با گفتن این مقدمه میخواستم بگم که ایرانیانی که در خارج از کشور هستند معمولاً کسانی هستند که افتخار آفرینند و در کار خودشون کاملاً مهارت پیدا کردن و متخصصند و جز افتخارات جامعه هن. خوشبختانه جامعه موفقی داریم. میدونید که با سوادترین، تحصیل کرده ترین مهاجرین در دنیا اول ایرانی ها هستن. ایرانی ها و آلمانی ها. آلمانی که زیاد مهاجرت نمی کنن، منتها مهاجرت میلیونی ایرانی ها داستان دیگه ایه. برحال ما حدود 30 سال پیش در محله ما یک خانواده مهربان شیرازی بودن که دو تا پسر داشتن، یکیش آقا رضا، یکیش هم آقا امیر. رضا منبچی و امیر منبچی، این دو تا هنرمند بودن. ما هنرهاشون رو از تلویزیون شهر ما اون زمان ضبط میکردیم، پخش میکردیم، منتها هر کدوم به کار خودشون رفتن و یکی از اونا در اینجا پروگرامر، رضا منبچی، و یکی دیگه که رفته به آمریکا و موفق شده و موضوع این هفته ما هم با این برنامه هم ایشونه، آقای امیر منبچی که ما الان از طریق آنلاین با ایشون شدیم. امیر جان درود بر شما. درود بر شما آقای زرینه، ممنون از دعوتتون. بله ماشاءالله همونجوری موندی و فقط چند تا دونه ریش سفید کردی که اونم مسئله نیست. زنده باشید امیر جان. آقای امیر منبچی مهندسی پزشکی خوندن و در حال حاضر در آمریکا هستن و میخوام بگم که مهندسی پزشکی چیه امیر جان؟ یه توضیح بده راجع به خودت. حتما. مهندسی پزشکی یکی از مهندسی هایی هست که در خدمت پزشکی و هلتکیر. کاری که من در روزمره میکنم، من استاد دانشگاه هستم، دانشگاه جانز هاپکینز. یه لبی دارم که من و دانشجوام کمک میکنیم به جراح که یه سری دستگاهی رو درست کنیم، طراحی میکنیم و تولید دستگاهی که در خدمت مریض ها هستش. عملا ما سعی میکنیم تجهیزات پزشکی بهش فکر کنیم که هنوز وجود نداره و سعی میکنیم به کمک علم و دانش دستگاهی رو درست کنیم که عملا در حال حاضر حتی بعضی وقتا فکرش هم سخته، ولی این وظیفه ماست که بتونیم به بشریت از این لحاظ کمک کنیم. آفرین. این یک حالت منو به یاد ادیسون میندازه که بسیار کارگاهی داشت که متخصصین و متفکرین و مخترین رو دور هم جمع میکرد و در اون کارگاه ها به اصطلاح اختراعاتشون رو چیز میکردن و الان شما با این فن به این مرحله از فناوری رسیدین که به اصطلاح فوت کوزه‌گری رو یاد گرفتین. چون یکی میخواد استاد بشه، اول شاگرد میشه، همه کارا رو یاد میگیره، بعد یه چیز اضافه میشه. همیشه همینجور بوده. و تا حالا چیکارا کردین؟ آیا در چه زمینه بیشتر فعالیت دارین؟ حتما. دقیقاً مثال قشنگ زدین آقای زریمه. من سال 2007 بود که اندرگراد بودم دانشگاه تورنتو و یه استادی به قول شما که فرمودین، یه استاد دانشگاه هاروارد دیدم که یه تاک میداد در زمینه مهندسی پزشکی. من رفتم پیش ایشون کار کردم. بعد از فوق لیسانس و دکترا توی دانشگاه تورنتو، عملا فوق دکترامو دانشگاه هاروارد گرفتم و شروع کردم تدریس در دانشگاه جانز هاپکینز که مریلند، ایالت مریلند. و بعد از 2-3 سال تدریس دیگه ما تا دانشجو رو تربیت کنیم. بعد وقتی یه ایده ای دارین، میرین به دولت، از دولت درخواست میکنین که ایدهتون رو سپورت کنن، یه مقدار رقم پولی بگیرین که بتونین اون دستگاه و اون ایده رو بسازین. بعد از این ما تونستیم تقریبا 13-14 میلیون دلار از وزارت دفاع آمریکا بگیریم
تونستیم این دستگاهی که می‌خواستیم برای کسایی که ستون فقرات و ضربه نخاعی دیدن یه دستگاهی بسازیم که به اونها کمک کنه. و من یکی از خوشبختانه بعد از چندین سال زحمت احساس می‌کنم یکی از بهترین کارها رو دارم. هر روز که صبح که بلند میشم به یه اختراع جدید، به یه اکتشاف جدید اکسپوز میشم. همون لب ادیسون که فهمیدین حالا در اون حد نیست، ولی من هر روز تقریبا 20 نفر 30 نفر از دانشجوها رو میبینم که اونها به من چیز یاد میدن، من به اونها چیز یاد میدم و همگی با هم داریم سعی میکنیم به بشریت کمک کنیم به نوبه خود. عالیه، این معلومات رو همدیگه سوار میشه و هیچ کس همه چیز رو همه کس دانن، یک نفر مسلط به همه چیز، و وقتی که دور هم جمع میشین و فکراتون رو همدیگه اضافه میکنین و یاد میگیرین از همدیگه، این فوق العاده است و قطعا به نتیجه مطلوبی هم خواهید رسید. حالا این گرانتی که از دولت گرفتین، اینا خب مطالعه کردن متوجه شدن که چقدر کار شما مفید و نفعه، کی این لبو به راه انداختین؟ تقریبا ما 2 سال پیش این گرانت رو گرفتیم و 1 سال 1.5 سال که لبو شروع کردیم و الان تقریبا ما یه دستگاه آماده داریم، دستگاهی که در حد توی لب کار میکنه. ما داریم روی حیوانات امتحان میکنیم، مثل خوک، مثلا موش، و امیدواریم که الان این دستگاه دستگاهیه که مثل یه چسب زخمه، خیلی هم نرمه، خیلی هم کوچیکه، مینیچورایزده، که عملا روی نخاع قرار میگیره و خیلی از کسایی که ضربه نخاعی دیدن توی اتاق عمل وقتی روشون جراحی میشه توی اتاق عمل مشکلی ندارن، ولی معمولا همونجوری که میدونیم بعد از اتاق عمل معمولا هیچ کس بعضش خوب نیست. اینه که اون چند روز بعد از اتاق عمل یه اتفاقی میفته که وقتی مریض رو میبندن ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته. این چسب زخم از صوت کمک میگیره، از فراصوت آلتراساوند کمک میگیره که عملا تشخیص بده که این نخاع وضعش داره بهتر میشه، بدتر میشه یا همونجوری مونده، و اگر داره بدتر میشه یه کاری عملا فیزیوتراپی میکنه. یعنی ما یه دستگاه چسب زخمی داریم میسازیم که هم سونارگرافر روش داره هم فیزیوتراپی داره، متا منظورم یه شخص نیست، عملا ما بهش میگیم سونارگرافر آن چیپ و یه فیزیکال تراپیست آن چیپ. عملا یه دست چسب زخمیه که دستگاه‌های کوچولو کوچولو صدا داره و با کمک صوت هم سونارگرافی میکنه بعد از اتاق عمل، هم فیزیوتراپی. عالیه، کی به بازار میاد فکر میکنی؟ کی تکمیل میشه؟ والا ما قول دادیم توی قراردادمون با دولت آمریکا که تقریبا تا 3 سال دیگه روی اولین انسان آزمایشش کنیم. و همین الان میشه. همین جور چرا اینقدر خیلی بله. والا من درک میکنم که چرا محافظه کاره، مثلا یه انتیتی مثل FDA میخواد مطمئن شه که دستگاهی که ما توی بدن یه انسان میذاریم صدمه نزنه به اون انسان. ولی از اونورم خب ما وظیفه‌مون اینه که تا بتونیم هر چقدر سریع‌تر این کارو انجام بدیم. یکی از علایقی که طول میکشه اینه که چیزی که توی معمولا تو آزمایشگاه کار میکنه، شما به محض اینکه میبرین روی موش، ممکنه رو موش کار نکنه به 1001 دلیل، ممکنه جریان خونش، فشار خونش بالا پایین شه. بعد از اینکه رو موش کار کرد، خب ابعادش فیزیولوژیش فرق میکنه وقتی میره رو خوک. وقتی از رو خوک به عنوان مثال مثلا شما بخواید وارد انسان کنین، واقعا زمین تا آسمون فیزیولوژیشون و آناتومیشون فرق میکنه. و FDA آمریکا خیلی محافظه کاره، کما اینکه هلث کانادا محافظه کاره، ولی من دلیلش رو درک میکنم. اینه که ما تا جایی که داریم سعی میکنیم که داده بیشتر بگیریم، دیتای بیشتر بگیریم که بتونیم تا اونجایی که بتونیم هر چقدر سریعتر اینو به اتاق عمل و به مریضا برسونیم. از نظر فیزیولوژی شامپانزه ها به انسان ها نزدیکتر نیستن؟ چرا؟ عملا شامپانزه توی مغز شبیه تره. خوک عملا نخاش خیلی شبیه تره بدن انسانه، بخاطر ابعادش که عملا نخا اندازه یه دونه انگوش کوچیکه ما میشه. و ما داریم سعی میکنیم آناتومیش رو خیلی شبیه بگیم. ولی اگه مثلا شرکت نیورولینک رو نیا کنیم، اونا رو شامپانزه ها امتحان میکنن، بدن اینکه رو مغز دارن اون چیپ رو میذارن. نوعش فرق میکنه، نوع پژوهش. وقت آیا ایده های دیگه هم دارن بچه ها خود شما؟ ما ایده زیاد داریم. اولا کار من همونجوری گفتم، من خیلی خوشحالم به این کارتون استم برسم. کار من اینه که صبح بلند شم، فکر کنم، با جراح ها صحبت کنم، بهشون میگم نیازتون چیه، و از وقت ماسک میزنم میام تو اتاق عمل، فقط ساعت ها نگاه میکنم یه جراح چی کار میکنه، و از وقت با مریضا صحبت میکنیم که نیازتون چیه. من یکی از دانشجوام عملا 2 سالش بوده مریض نخاع بوده تو دانشگاه تو بیمارستان هاپکینز، و الان 22 سالش داره با من و یه جراح روی ضربه نخاعی کار میکنه. ولی کار ما فقط ایده است، فکر کنیم، صحبت کنیم، ایده بدیم،
گرانت می‌نویسیم که عملاً یه پروپوزال به دولت که ما همچین ایده‌ای داریم، پول می‌تونیم بگیریم روش کار کنیم یا نه، و اگر پول گرفتیم باهاش دستگاه می‌خریم، می‌تونیم دانشجو استخدام کنیم و امتحانات مختلف کنیم. یکی از ایده‌های جالبی که برای من شخصاً جالبه، چون شما قشنگ یادتون از 20 سال پیش ما همیشه تو موسیقی بودیم و من و رضا همیشه به صدا و صوت و موسیقی فکر می‌کردیم. خب الان فراصوت یا آلتراساوند خیلی فیزیکش متفاوت نیست با موسیقی. یعنی من احساس می‌کنم شاید از 3 سالگی 4 سالگی عملاً، حالا منظورم آکادمیکلی نیست، ولی همین که صدای موسیقی تو گوشم بوده من آماده کرده برای همچین روزی که فکر کنم که دستگاه‌های آلتراساوند چیکار می‌تونه برای بشریت بکنه. ایده‌های مختلف داریم. خیلی از ایده‌هاش لزوماً ایمپلنتبل نیست که داخل بدن انسان بره. خیلی‌هاش هم وربل، یه چسب زخمی که روی بدن بزنین. کمی که شما امروز خب مثل که فریز شده شلن ارتباط برقرار میشه. این کار فوق‌العاده‌ای که میکنه واقعاً، این همت یک ایرانیه که یک عده‌ای در یک کشور غریب عده‌ای رو از دانشجوها رو دور هم جمع میکنه، از دولت گرانت میگیره و دست به ابتکار و اختراعات فوق‌العاده میزنه که به بشریت خدمت بکنه. این قابل ستایشه. ضمناً خب امیر جان، من میخواستم بگم که من هم عاشق اختراع کردن و اینجور چیزا هستم. من تو اگه سنم بالا نبود، 72 سال نبودم، احتمالا میام پیشت شما اگه جوان بودم مثل شما. حالا بگذاریم، راجع به اولتراساوند گفتی و شما یک کتابی در این باره نوشتی، در این که جایزه هم گرفتی، راجع به این کتاب صحبت کن. حتما. من این کتابی که نوشتم راجع به عملاً فیزیک اولتراساوند و تمام پرامیس هایی که آلتراساند در مدیسن داره. اولا ما کارهای مختلفی که میتونیم از سونوگرافی تا فیزیوتراپی انجام بدیم در پزشکی و مخصوصا در جراحی مغز و اعصاب. من وقتی شروع کردم این کتاب رو نوشتن، اتفاقاتی که تو ایران میافتاد منو به فکر خاطرات خودم برد تو ایران. زمانی که کوچیک بودیم، بچه بودیم و کسایی که خیلی کمک کردن به بزرگ شدن ما در میون جنگ، در میون سانکشن، در میون خیلی مشکلاتی که همه میدونن راجبش. من اولا چپتر اول فصل اول کتابو فقط در این زمینه نوشتم و وقتی اینو نوشتم، وقتی کتاب تموم شد، کتاب عملا به جنبش زن زندگی آزادی تقدیم کردم. نمیشه که میدونم که این کتاب خیلی راجبه موضوع خیلی خاص هست که فراسوت در پزشکی، ولی عملا در واقعیت برای کمک به بقیه بشریته و ماها بشریت هم، چون که شعر سعدی میگه وقتی یکیمون توی درد هست بقیه‌مون هم نمیتونیم به این قضیه فکر نکنیم. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. حالا راجع به این که این کتاب رو تقدیم کردی به زن زندگی آزادی، از شما نپرسیدن که مثلا چیه، معنیش چیه، چرا به این اسم شما تقدیم کردید؟ راستش آقای زنیمه، روزای اول خیلی سخت بود. روزای اول که اتفاقات میافتاد بقیه همکارا درک نمیکردن. حالا توی کانادا من از دور که میدیدم تورنتو، خب جامعه ایرانی خیلی به هم وصل نره، ولی خب در آمریکا، خب جایی که من مثلا هستم، کمتر ایرانی وجود داره. خیلی میپرسیدن که چیه داستان، چون اونا از سوشال میدیا مثلا از گاردین یا تلگراف یا واشنگتن پست نمیشنیدن، از اینستاگرام من یا امثال من میدیدن. اینه که اولش خیلی توضیح میدادم، ولی خب بعد از 70 روز، از روز 70م که الان که روز 100م هستیم، داستان فرق کرد. یعنی همه آگاهیشون بیشتر شد و حتی اون در داستانای جاهای مختلفی هم پیش اومد، مثل یه اوارد دیگه که گرفته بودم، سعی کردم از اون شرایط استفاده کنم که بقیه بگم داستان چی هست. فکر میکنم دنیا بیشتر آگاه شده به وضعیت ایران و امیدوارم که بله همینطوره. ورزشکارا، هنرمندا، سیاستمدارا، همینا به نوعی آگاه شدن. پارلمان ها، ایرانی های خارج از کشور فعالیت میکنن، مثل شما میشناسونن به بقیه مردم دنیا. حالا راجع به این اوارد بگو، به چه مناسبتی به شما اینو دادن؟ حتما، مرسی. یه اواردی هست به نام 40 under 40. اولا 40 نفر برگزیده و شایسته زیر 40 سال رو انتخاب میکنن، کسانی که در کارشون یا مثل ما در education هست، در تحقیق و پژوهش و تدریس هست، یا کسانی که در بیزینس هستن. این مخصوص ایالت مریلند بوده و بالتیمور بیزینس جورنال این 40 نفر رو انتخاب کرده. به ما اجازه دادن که تو اون 30 ثانیه که میریم روی صحنه و بتونیم اواردمون رو بگیریم، یه آهنگی که دوست داریم رو بزنیم و هم آهنگایی که می‌ذاشتن اصلا کسی بهش دقت نمی‌کرد.
من سکن آهنگ برایه رو بذارم و مخصوصا آهنگی که انگلیسی ورژن انگلیسی برایه هست که لااقل یه چند نفری بتونم جذب کنم و ازم سوال پرسیده شد این چیه که تونستم خوشبختانه راجعش بیشتر صحبت کنم باهاش. خب ما آیا کلیپی داریم که راجع به اوارد اگر هست پخش کنیم؟ For the thrill and the fear of getting caught kissing. For my sister, my brother, and unity. For all the times we tried to change the laws and stay the loose. For the loss of pride, for poverty. For the dream of just knowing the life of me. Hollywood, Hollywood. I mean, John, Belachare, ارق ملی، اون وطن پرستی و وطن دوستی باعث شد که اون آهنگی بذاری اونجا که خب بگه این چیه؟ در موردش توضیح دادی که به دوستان به اونجا که چه معنی میده. وقتی که اونا خوب گوش بکنن معنیشو بشنبن بدونن متوجه میشن که چه جور و ستمی در ایران این حاکمان بیدین در حقیقت دین ندارن که یک آدم متدین چطور ممکن آدم بدی باشه دیگرانو بکشه؟ این چه دینیه؟ من نمیدونم. اینا دین خود ساخته است، من در آوردیه. به هر حال الان اونجا مشغولی و با امید خدا موفق میشی و هر اتفاق خوبی که میفته با ما در تماس باش. من خیلی دوست دارم که ما هممونی که در شبکه ITC هستیم دوست داریم که هموطنان افتخار آفرینمون رو معرفی بکنیم. شما که هم پژوهشگری، استاد دانشگاهی، مهندسی پزشکی خوندی و فکر اختراعی داری، ولی یه جاهایی اگه گیر کردی از من بپرس من بهت میگم. شوخی میکنم. به هر حال واقعا بهت افتخار میکنیم، به پدر مادرت هم تبریک میگیم و امیدواریم که این افتخار باعث بشه که ما در تمام دنیا از این نظر که دانشمندان مثل شما داریم که به بشریت خدمت میکنن ما هم سربلند بشیم. همین الانش هم که افتخار میکنیم بهت. ممنونم که حضور داشتی و با ما گفتگو کردی. میدونم که از آمریکا اومدی پیش پدر مادرت و بعد از تعطیلات هم برمیگردی. اگه نکته چیزی هستش که من نپرسیدم و یا به خاطر شما میاد که بگید در خدمتی. حتما دو نکته رو می‌خواستم. یکی اینکه من می‌خواستم ازتون تشکر کنم آقای زریمه. در طول سالیانه دراز من دیدم که شما و خانومتون چقدر زحمت کشیدین برای فرهنگ و جامعه ایرانی اینجا. من ناراحت شدم که دیدم که به تعداد میزان سابق مجله ها وجود ندارن، ولی میدونم که چقدر سخته و اینکه میدونم که با توجه مشکلاتی که وجود داره شما و خانومتون همسرتون این قضیه رو ادامه دارین و این شخصا من تشکر میکنم ازتون. نکته دومم که میخوام بگم اینه که هر کسی به نوبه خودش به اندازه خودش سعیشو داره میکنه برای مسائل ایران. من یادم که فکر میکنم حدود 20 سال پیش بود که شاید استاد شجریان بودن که شما هم تشریف داشتین، همه در خدمتشون بودیم و ایشون خدا رحمتش کنه راجع به مسائل ایران صحبت می‌کرد و خیلی از این داستان‌ها رو ایشون با وجودی که احترامی که همه ما برشون قائلیم به خاطر موسیقی هست، ولی خب راجع به مسائل ایران جوری که صحبت می‌کرد مشخص بودش که برای من یه رول مدل شدن که فقط اون دانشی که هست آدم داره یا موسیقی که آدم داره مهم نیست، مهم اینه که برای بقیه بشریت آدم چی کار می‌کنه. و شما هم تشریف داشتین اونجا و اون برای من نقطه‌ای بود که به عنوان یه جوان شاید 18 ساله یاد گرفتم که ببینم که چجوری آدم میتونه در خدمت بقیه باشه و بقیه کمک کنه. امیدوارم به نوبه خودم بتونم به بقیه کمک کنم. زنده باشی. مصاحبه شما داریم که سر فرصت اونو دوباره پخش میکنیم. ازت سپاسگزاریم. برات آرزوی بهترین ها داریم و امیدواریم که ایام خوشی رو، روزهای خوشی رو در کنار خانواده داشته باشی و به سلامت برگردی سر کار و زندگیت رو و به افتخار آفرینت همچنان ادامه بدی و ما هم شاهد موفقیت تو باشیم و از طریق تلویزیون ITC و مجله شهر ما منعکسش کنیم. از سپاسگزارم. پسرم مواظب خودت باش. به امید دیدار. به امید دیدارت. ممنون. خداحافظ. ممنونم که بیننده ما بودید. اینم یکی از افتخار آفرینان جامعه ایرانی. هر کجای دنیا هستن فراوونه. ایرانی ها هوش دارن و وقتی که به محیط درست حسابی و سالم میرسن از هوششون استفاده میکنن و در کارها موفق میشن. یکی از موفق ترین کامیونیتی در دنیا ایرانی ها هستن. در مدت بسیار کمی همه جا خودشونو به اثبات رسوندن با وجودی که حکومتی داریم که به قعر
جدول برده ایرانو، ولی حساب حکومت با دولت فرق میکنه. به امید آزادی، آبادی و سربلندی هرچی بیشتر کشور ایران. خدا نگهدار.